درود به شما براندازهای عزیز. احمدی نژاد امروز در حالی وارد ستاد انتخابات کشور شد که چیزی نمونده بود در بین جمعیت زمین بخوره و آسیب ببینه. درست لحظاتی قبل محمود احمدی نژاد به این صورت برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد ستاد انتخاباتی شد. احمدی نژاد در پاسخ خانم خبرنگاری که ازش پرسید آیا فکر میکنه تایید بشه یا نه فقط سکوت کرد و لبخند زد. همچنین با اشاره به شناسنامش گفت که این خیلی احترام داره چون ساخت ایرانه. آقای دکتر این طرف. محمود کارشو با یه شوخی بیمزه با خبرنگارانش شروع کرد که برای هیچ کدوم از نامزدها اینقدر هیاهو نکرده بودن. بعد احمدی نژاد با خبرنگاران قدیمی که ظاهراً از زمان ریاست جمهوریش با اونها آشنا بوده یه خوشوبش گرم داشت و حتی خبرنگاران هم که مثلا باید بی‌طرفی خودشون رو حفظ کنن احمدی نژاد رو تشویق کردن. آقای دکتر احمدی نژاد سلام. آقای دکتر حالا برای چطور تو؟ خیلی خوشحالم که دیدم. ممنونم آقای دکتر. شما همیشه به جهت اخلاق تجمع خبرنگاران و عکاسان برای تهیه گزارش از ثبت نام احمدی نژاد انقدر زیاد بود که خیلی از خبرنگاران زن در ازدحام مردها عملا شانسی برای تهیه گزارش نداشتند. نکته جالب امروز حضور بیگی نماینده مجلس در کنار احمدی نژاد بود. جواب خبرنگاری رو هم که از احمدی نژاد پرسیده بود که آیا تایید صلاحیت میشه یا خیر رو بیگی به این صورت داد. شما در دولت آینده ایشون چه نقشی ایفا خواهید کرد؟ ما پادویی میکنیم. ایوه. امیدوار به تایید صلاحیت هستم. چون در دوره گذشته رد صلاحیت شد. دلیل ارائه نکردن که. الان احمدی نژاد با یک کنفرانس خبری طوفانی تبلیغات رسمیشو آغاز کرد. محمود احمدی نژاد مدعی شد که تنها انگیزش برای ورود به انتخابات دستور ملت ایران بوده که البته غیر قابل باوره. به هر حال کنفرانس خبری احمدی نژاد یکی از طوفانی ترین کنفرانس هایی بود که تا به حال در ستاد انتخابات کشور برگزار شده. احمدی نژاد حتی درگیری هم با مسئول کنفرانس داشت وقتی بهش تذکر دادن که وقتش تموم شده باهاشون برخورد کرد. بسم الله. به نام خدای بهار، مهربانی و آزادی، امروز آمدم تا بار دیگر به ملت بزرگ ایران سلام کنم. حضور در عرصه انتخابات در زمان حاضر برای این جانب از جهات مختلف حائز تأملات جدی بوده است که شرح همه آنها در این مختصر نمی گنجد. تجربیات طولانی مدیریتی از پایین‌ترین سطوح اجرایی تا ریاست جمهوری، علاوه بر آن که مانع از بروز رغبت در قبول مسئولیت دوباره است، سختی‌های ناشی از پذیرش مجدد مسئولیت برای حل مشکلات کشور را به عینه در ذهنم مجسم ساخته است. مشکلاتی که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نیز امنیتی از نقطه نظر کمی و کیفی به مراتب فراتر از سال 92 است. علل قاعده آشنایی عمیق با حجم و تنوع مشکلات داخلی و مسئله ثبات در شرایط سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و بین المللی به انصراف از پذیرش دوره مسئولیت دعوت می‌کند. از سوی دیگر شناخت عمیق از منابع وسیع و بزرگ انسانی و طبیعی و ظرفیت‌های فوق‌العاده و کم نظیر سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران
برای هر ایرانی آشنا و آگاه در جهت ورود و مشارکت برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگتر از صمیم جان برانگیزاننده است. مقایسه وضعیت جاری کشور با جایگاه شایسته مورد انتظار برای نام فرزانه و ملت دردانه ایران به دلیل اختلاف پتانسیل بالا به نحوی انقلابی شورآفرین است. در این میان البته مشاهده اوضاع اقتصادی و معیشتی اکثریت قاطع مردم که رنج گذران زندگی را تا عمق استخوانشان نفوذ داده و عزت و امنیت و حیثیت میلیون ها نفر را در مخاطره جدی قرار داده است، تاب و تحمل را از هر انسان مسئول سلب کرده و عمق جان هر فرد آگاهی را متأثر و نگران می‌کند. این جانب همواره در ارتباط وسیع با اقشار مختلف مردم بودم. دردمندانه تر وضعیت زندگی آینده بسیاری از آنان را با نگرانی شدید دنبال می کنم. در این شرایط حتی آنانی که از توانمندی اقتصادی نسبی برخوردارند از شرایط حاضر ناراضی بوده و مایل به تحقق شرایط بهتر برای سدودن رنج فرد از سیمای هموطنان خود هستند. با این همه آگاهی از تفاوت بین شرایط موجود و وضعیت مطلوب و مسئولیت و انگیزه‌ای که برای تغییر و بهبود اوضاع در خود احساس می‌کنم در موازنه با آگاهی عمیق از سنگینی مشکلات و مسائل گوناگون کشور قرار دارم. در این ارتباط اما این جانب اطمینان دارم که همه مسائل کشور با استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های ملی، مبنا قرار دادن رأی و نظر عموم مردم، همدلی و همکاری جمعی، بهره‌گیری شایسته از دیدگاه‌ها و تجربیات استادان صاحب نظر و متخصصان کارآمد و در پرتو همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده با جهان و اولویت دادن به توسعه مناسبات به ویژه اقتصادی در عرصه بین‌المللی حل شدنی است. رجای واثق دارم که می‌توان دوره جدید و شکوهمندی را بر مبنای قدورزی، وحدت و همکاری و تلاش جدی برای سازندگی و پیشرفت کشور و بهروزی ملت رقم زد. آنچه امروز عزم این جانب را برای حضور در عرصه انتخابات جذب کرد، خواست اقشار مختلف مردم شریف از سراسر کشور است که برایش‌های مختلف و از جمله به طور حضوری ضمن اظهار لطف و محبت مصرانه از خادم خود خواستند که به این عرصه ورود نمایم. بنده این درخواست‌ها را فرمان ملت دانسته و با افتخار از آن پیروی کردم. همچنان که پیشتر تأکید کردم، مهمترین انگیزه، هدف و برنامه کاری بنده تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم از طریق سامان بخشیدن به وضع اقتصادی کشور، ارتقا و بهبود فضای کسب و کار، پایان بخشیدن به رانت و انحصار و محدود ساختن دخالت‌های بی‌رویه دولت، رفع موانع و گشایش هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان و بستر‌سازی برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود. اعتقاد راسخ دارم که مبارزه جامع با مظاهر فقر و تنگدستی و ارتقاء سطح درآمدها و شاخصهای رفاه و برخورداری از طریق تولید حداکثری ثروت از نظر هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شالوده اساسی برای ریل‌گذاری دیگر برنامه‌ها در توسعه همه‌جانبه کشور و تأمین منافع و تضمین مصالح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد. اینک محمود احمدی نژاد، فرزند کوچک ملت بزرگ ایران، خدا را شاکر است که در این مرحله خدا را شاکر است که در این مرحله به مسئولیت تاریخی خود 30 ساله در تحقق خواست ملت عمل نموده است و در پیشگاه مردم بزرگوار آماده مسئولیت دولت برای آفری و هماهنگی مردم ایران رنجی را که از درد و رنج جمهور بکاهد به جان خریدار است. زنده باد بهار، زنده باد ایران.